سلام، خیلی خوش اومدید به کانال منحرفان شریف. توی این ویدیو در مورد به هم خوردن ازدواج حسن یزدانی و همینطور در مورد اجرا شدن حکم یک کودک مجرم که بهنود شجاعی هست و در مورد شب گذشته صحبت کردم. یکم با جزئیات بیشتر توی این ویدیو در موردش میگم. خیلی ازتون متشکرم به خاطر لایک این ویدیو. حسن یزدانی چند ماه قبل وعده داده بود که بعد از مسابقات المپیک ژاپن ازدواج خواهد کرد، ولی قبل از اون تمام تلاش و فکر و ذکرش رو برای مسابقات میذاره. خب توی المپیک که مقام دوم رو کسب کرد و بعدش هم در مسابقات جهانی تونست طلا بگیره. هادی عامل روز شنبه 1 آبان 1400 در برنامه سلام تهران اعلام کرد که حسن یزدانی در شرف ازدواج و به زودی زندگی مشترک خودش رو آغاز میکنه. او در این برنامه گفت به مراسم ازدواج این قهرمان حتما دعوت خواهد شد. از مدت‌ها قبل خبر نامزدی و ازدواج حسن یزدانی با یکی از خانم‌های ورزشکار حاضر در المپیک توکیو به گوش می‌رسید، در حالی که جامعه خبرنگاری منتظر اعلام رسمی ازدواج این دو زوج بودند، اما خبری نشد. حسن یزدانی در نهایت روز سه‌شنبه 4 آبان 1400 به صورت رسمی در یک مراسم تجلیل در جواب سؤال آرش زلیپور خبر ازدواج خودش رو تکذیب کرد. او صادقانه گفت این رابطه به ازدواج ختم نشده و قسمت نبود. او سؤال این که دختر خانم جواب رد داده یا خودش به این نتیجه رسیده که این ازدواج رو انجام نده، هیچ جوابی نداد و این سوال رو بی جواب گذاشت. حسن یزدانی متولد 5 دی 1373 در جویبار مازندران و دانشجوی رشته مدیریت دولتی هم هست. خب ماجرای بهنود شجاعی در مرداد ماه سال 84 به اتهام قتل در یک نزاع دست جمعی بازداشت شد و به کانون اصلاح و تربیت تهران منتقل شد. اما در بهمن ماه همون سال شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران بهنود شجاعی رو به اعدام محکوم کرد. این حکم قبل از این هم چندین بار بهش ابلاغ شده بود، اما اجرای این حکم هر بار به دلایلی از جمله اعتراض مدافعان حقوق بشر به تعویق افتاده بود. سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر بارها از مسئولین قضایی ایران خواسته بودند که در حکم صادر شده برای بهنود شجاعی تجدید نظر کنند. به هر حال بعد از چند بار به تعویق افتادن این حکم، بالاخره در سال 88 بعد از اینکه 4 سال بهنود شجاعی در زندان بود، این حکم اجرا شد. بهنود شجاعی متولد سال 67 بود که در 27 مرداد سال 84 هنگامی که نوجوان بود و زیر 18 سال سن داشت، طی یک درگیری پسری 19 ساله رو در ونک مجروح کرد و به قتل رسوند. لطفا نظرات خودتون رو هم در مورد حسن یزدانی و هم در مورد بهنود شجاعی کامنت بکنید. تشکر میکنم به خاطر لایک این ویدیو. اگه هنوز عضو کانال نیستید هم همین الان لوگوی کانال منحرفان شریف رو در تصویر مشاهده میکنید که با یک کلیک خیلی ساده روی همین لوگو میتونید به راحتی عضو کانال بشید. مراقب خودتون باشید. تا فردا شب ساعت 8 شب خدا نگهدار.